وقتی که به عدد پاس منجر به گل نگاه میکنه که من اشاره کردم خدمتتون، لبرون جیمز از عدد 7 پاس منجر به گل تو بازی قبل رسید به 13 و شما دیدید که دیشب امتیازها تقسیم شد و تیم لبرون جیمز تبدیل شد به یک تیم، در جایی که لبرون جیمز 26 امتیاز، اسمیت 20 امتیاز، کورور 19 امتیاز و لاف برگشت به انجام وظایف خودش با 13 ریماندی که انجام داد. من اولین بار بود که تیم لبرون جیمز و کاوالیرز رو دیدم که به شکل تیمی بازی میکنه و تورنتو شانس بازی خانگی رو از دست داد دیشب با این باختی که انجام شد. کارش خیلی سخت شده چون وقتی که کاوالیرز برگرده خونه احتمال بردش خیلی بیشتره. البته توی بازی آخرش مقابل ایندیانا پیسرز هم لبرون جیمز خوش درخشید و 45 امتیاز به دست آورد یک شنبه شب گذشته و نشون داد که همچنان شماره یک تیم کلیولند و در واقع کنفرانس شرق هست. با توجه به شرایط پیش رو، اوضاع کلیولند رو چگونه میبینید؟ تورنتو رپتورز امسال یکی از بهترین تیم‌هاش رو روانه مسابقات کرده و در شرایط خیلی خوبی به پلی آف هم رسید. اوضاع چه خواهد شد؟ خدمت رو از کنم، لبرون جیمز بهترین بازیکن حال حاضر جهانه. اون وقتی که قدم گذاشت به نیمکت در پریود سوم 38 امتیاز کسب کرده بود مقابل بوستون. این عدد نشون میده که این بازیکن بیشتر از 50% تیمه، ولی دیروز به شکلی عمل کرد که تیم واقعا تیم شد و من فکر میکنم که تورنتو کار خیلی مشکلی داره در مقابل این تیم و من فکر میکنم احتمال صعود کلیولند خیلی بیشتر هستش از تورنتو با توجه باختی که در خانه صورت گرفت. حالا اگر به کنفرانس غرب بریم، گلدن استیت همچنان مدافع عنوان قهرمانی داره میبره، پلیکانز رو دیشب هم شکست داد، استفان کری هم برگشت به میدان. شرایط کنفرانس غرب رو چگونه میبینید؟ خدمتتون عرض کنم مثلث ستاره مثلثی تیم گلدن استیت با بازگشت استفن کوری تشکیل شد. در 27 دقیقه که بازی کرد ستاره کامل میدان بود، 28 امتیاز بود، 50% از پرتاباش گل شد، 7 ریوان و 2 پاس منجر به گل، نشون میده که این بازیکن آماده است و به نظر من گلدن استیت کار زیاد دشواری نداره برای رسیدن به فینال و طرف دیگه هیوستون راکتس شانس بیشتری داره برای صعود به فینال. غرب زیاد پیشبینیش مشکل نیست، ولی توی شرق هنوز تورنتو تیم خیلی خوبیه به قول شما و معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا شما در مورد شرقی گفتید، به غیر از تورنتو باستون سلتیکس و فیلادلفیا 76ers هم خیلی خوب. فیلادلفیا امسال برعکس 3-4 سال گذشته خیلی خوب بازی کرده، خودش رو خوب نشون داده و به پلی آف رسیده، به نیمه نهایی رسیده. شرایط باستون رو چگونه میبینید؟ به نظر من شانس بیشتری داره به خاطر برد قبلیش هم که انجام شد، شانسش بیشتره. من فکر میکنم کاولیرز و بوستون بتونن به فینال برسن. البته بازم خدمتتون عرض کنم پیشبینی شرق بسیار مشکله، برای اینکه 4 تا تیم واقعا تیمای خوبی هستن و صعود هیچ کدوم از این تیم‌ها دور انتظار نیستش. متشکرم رامین تماسبی، کارشناس بسکتبال، که با ما گفتگو کردید.